همجوری که میبینید من این پارچه خود چتر رو از خود آهنش جدا کردم. الان شما نگاه کنید این آهن چتره که دیگه خراب شده، میذاریمش کنار و این چتریه که ما الان بازش کردیم. بعدا این بندشم که چتر رو جمع میکنه باید اینم جدا کنیم، از اینجا باید جدا کنیم و این چتر به این صورت هستش. من نشونتون میدم دور تا دور چتر، شما تمام چتری که سر تا سر دور تا دورش اینجوری هلال داره. خب این چتر ما هستش. بعد این چتر رو ما حالا از وسط که حالت مرکزش هستش تا میکنیم به این صورت. به این صورت تا میکنیم. میتونیم به صورت مختلف و به شکل‌های متفاوت که دوست دارین انجام بدین. من به صورت مختلف در آوردم. حالا اینو میخوایم مثلا به این صورت باشه و این پایینشو باید بدوزین، به اندازه نصف میزنین داخل که پایینش صاف باشه و این بغلش سر تا سر دوخته میشه تا اینجا. بعد این وسطم یه گردی در میارین دایره مانن که بتونین بندازین رو سرشونتون، بند سرشونه هستش. یا میتونین به این سمت باشه، این دو طرفشو از حدی که این برآمدگی ها هستش، یعنی به اندازه یه دونه حاشیه‌اش، به اندازه یک دونه حاشیه اینو تا میکنین رو به داخل به این صورت و میتونیم ببینیم من بهتون از بالا نشون میدم. به این صورت نشون میدم که ببینیم به این صورت این میشه بگی که میخواییم درست کنیم. حالا شما بعضی میپرسین که وقتی که این بگ درست میشه خب بندش از کجا به وجود میاد یا بندش چجوری میشه تهیه کرد؟ اگر دقت کرد باشین ما اینجا رو تا کردیم، اضافه ای که از این بغل میمونه تقریبا یک دونه سگوشی یا مثلثی هستش، ترنگل. اینو ما به دو قسمتش میکنیم، از اینجا میبریم و این یه تیکه رو تاش میکنیم دولا و میشه بند یک طرف و این برم که ما مثلثی بریدیم، مثلثی این برم که میبریم اینم تا میکنیم و به این بلندی میشه و از وسط سه قسمت و بندش رو درست میکنیم که بندش یکی به این بر بست میشه به مرکز، یکی به اون بر. یا اینکه میتونین دو تا بند، یکی از این و به این بر، یه سمت دیگرش هم بند بگذارین و از اضافهی که میمونه میتونین یه بگ کوچیک درست کنین چارگوش که وقتی که شاپین بگتون نمیخواین تاش میکنین، فولدش میکنین، میذارین تو بگ کوچیک و به دست کیفتون بست میکنین. من نمونه درست شده شو یکی نشونتون میدم. حالا ما این یه دونه از بگاست که من درست کردم، این مرکز چتر هستش و
به این صورت. قشنگ ببینید این پایین چتر هست که صاف هستش، برآمدگی داره، یعنی مرکز چتر این پایین هست، تمام این دوخته شده اومده تا بالا و این بنداش هستش که میتونی خودتون به دیزاین های مختلف، من اینجا 7-8 زدم، میتونی اصلا ساده بدوزی، میتونی هم رنگ خود این بگ باشه نخش. و این بندش هستش که به این صورت، و اینم داخل بک هستش به این بزرگ. اضافه که مونده من بند براش درست کردم. و غیر از بند اگه داخلی که بعض وقتی میتونین بگشو به بیرون بس کنین، به بیرون هنگش کنین یا به هندلش دستگیره ها میتونین به داخلش هم بس کنین. من بگ کوچیکش به داخل بس کردم، یه حالت نگاه کنین که کیف کوچیک هستش، یه کیف کوچیک هست درست کردم که این کلن تا میشه، این بگ میره داخل این کیف کوچیک و از این کلیپسا که بند داخلش رد کردم، این کلیپسا اینو محکم میکشم که بسته میشه. میخواییم بازش کنی میتونین این بند رو کلیپسش فشار بدین و بند رو بکشین باز میشه. و این بگ کوچیکی هستش که من حالا جمع شده و کوچیک شده شو به شما نشون میدم که الان فولدش میکنم، تا میکنم این بگو و میذارم توی یک کیفی که اینجا هستش، کیف خودش. الان از من میتونین شما این بگو ببینین که من این شاپینگ بگ کوچیکش کردم و داخل کیسه که درست کردم از خودش گذاشتم. اینم یه مدل دیگه است و اضافهشم از پارچه که این مونده بود برای بندش استفاده کردم. اینم یه شاپینگ بگ دیگه است که داخل کیسهش هستش. حالا اینم باز میکنم. میتونی با قلاب یا گیره‌های مثل گیره‌های هندل مار کاپشن یا جامپرهایی که نمیخوان یا شلواری گرم کنه اسپورتی که دارین، این گیراش به درد نمیخوره در بیارین و برای این شاپینگ بگ اونجوری به این صورت که میتونین اینم بندش هست آویزونه بند کیفتون کنین هر موقع خواستین میتونین این بندش رو بگیرین، قلفش رو باز کنین، بکشین و این شاپینگ بگ رو به این صورت از توی کیسش در بیاد. حالا من در میارم سرکی نشون میدم. این صورت دارم همون شاپینگ بگیه که داخل این کیف کوچیکش بود، این کیف کوچیکی که از داخل درست شده. و هم میتونه وقتی موقعی که شاپینگ انجام میدین اگر کیف پول ندارین یا کیف برای پول خورده هاتون یا کلیدتون هر وسیله که دارین میتونید داخل اینجا تو این پکیج بذارین تو کیف کوچیکش و بندش رو قشنگ سفت ببندین که پولتون جاش یا کلیدتون جاش محفوظ باشه یا موبایلی که بخوای بندازین که گم نشه و همیشه محفوظ باشه، درش هم بسته باشه. این یه مدل هستش و این یکی شاپینگ بگ هم باز بدون کلیپسه و میتونه همچنین فقط بندش رو بکشین محکم که بسته بشه و
حالا من اینم باز میکنم و بهتون نشون بدم این بگی که داره، بگی کوچیکیه که درست شده به این صورت. حالا من بازش میکنم تا این بگم ببینیم بزرگش به چند اندازه است. بستگی به پارچه های چترتون که دارین، چتر اگر بزرگتر باشه از این چتر های مثلا فامیلی چتر امبرلا باشه، چتر خانوادگی بزرگ باشه، میتونین بگتونم به این بزرگی باشه، میتونین اینجوری دیزاینش کنین با مشکی نواره، اینجوری مشکی بندشم به این صورت، بند براش پهن بذاریم، بنده پهن اینجوری به این بلندی میتونیم بندازیم رو سرشونتون. این بگ به این بزرگی هستش، این پایین بگم به این مدل هست، این هم بگش هسته که کل این شاپینگ بگ کیف داخل این کیف کوچیک جا میشه. این کیف کوچیکش هم وقتی میخواییم برین خرید میتونه اینو بندازیم داخل و به عنوان کیف پول ازش استفاده کنین، وسیله پول خورد یا کلیدتون، همچون که گفتم موبایل، وسایلی که دارین میتونین داخلش بندازین و داخل اینجا بندازین، بندشو بگیرین صفر ببندین که از داخلش بیرون نیفته. به این صورت به این بزرگی هستش، قشنگ به اندازه یه نایلکس بزرگ هست، با این تفاصیل که نایلکس بعضی وقتا بندش پاره میشه یا سوراخ میشه یا از پایین پاره میشه، ولی این دیگه محکم هستش و حتی بارونم که بیاد این آب داخلش نمیره چون واترپروف هست. وسایلی که خریدی که میذارین داخلش محفوظ هست و خیس نمیشه. در برنامه های بعدی من طرز تا کردن، فول کردن و حتی مدل مختلف شاپینگ بگا رو به رنگ های مختلف و طرز دیفرنت دیزاین های مختلف بهتون آموزش میدم. این بند ها بعضی هم هستش که به جای اینکه بند بهش آویزون کنین، بند جدا بزنین، از خودش میتونین بند اضافه کنین. یعنی وقتی که پارچه چتر رو میندازین به سمت پایین میتونین اوریبش رو ببرین و بالا اوریبی که داره میتونین این پارچه رو دولا کنین، دولا روی همدیگه بذارین و از اینجا به صورت یک مثلث ترنگل به این سمت، من بهتون بعدا آموزش میدم، در بیارین و دور تا دور اینو بدوزین و این خودش میشه بنده که از خود از امبرلا هست دیگه، جدا نمیخواد شما بدوزین به اینجا. در برنامه های آینده من بهتون تمام این رنگ ها و مختلف و مدل مختلف و سایز مختلف شاپینگ بگا رو بهتون نشون میدم. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. فراموش نکنید سابسکرایب و زنگوله رو بزنین و ما رو فالو کنین. ما همچنین برنامه‌های متنوع دیگری هم که قبلا گفتم داریم، غیر از کاردستی و کراف و برنامه‌های آشپزی و کوکینگ، ما کیک برنامه‌های کیک و شیرینی هم انجام میدیم.
بافتنی هست، تنوعی مختلف تو سایت ما هست، قلاب دوزی، وسایل آرایشی و برنامه آرایشی هست، برنامه های تریتمند و کارهای بیوتی و زیبایی هم به شما آموزش میدیم. اما اقسام قسمت هایی که ما داریم هر کدوم متنوع هست و جدا در برنامه های بعدی به شما یاد میدیم. تا برنامه آینده همه شما را به خدای بزرگ میسپارم. فراموش نکنید ما را فالو کنید و برنامه های بعدی ما را ببینید. ممنون، خداحافظ شما.